سلام، حالتون خوبه؟ داستان ماه و آفتاب که دفعه قبل تعریف کردم رو یادتون هست؟ امروز میخوام که ادامه داستان رو براتون بگم. خب، بهتره که داستان قبلی رو به خاطر داشته باشید. خب، بریم به داستان؟ آفتاب به حرف ماه گوش کرد و زمین را دعوت کرد. بعد زمین ظاهر شد. آفتاب گفت: تو زمین هستی؟ تو به اندازه آسمانی که من توی اون هستم بزرگ هستی. پس زمین جواب داد: بله، من زمین هستم. من اینجا خیلی گرم هستم. خیلی احساس خوبی دارم. آفتاب به زمین گفت: چون تو خوشحالی، من هم خوشحالم. اما من نمیتونم همیشه نزدیک به تو باشم، چون به تو سخت میگذره. اما من میتونم از آسمان بخوام که بارون بباره تا بهت سخت نگذره و خوشحال بشی. خب بچه ها، دوستان عزیز، داستان امروز رو با نقاشی بکشیم. اول ما یه مداد لازم داریم، یک پاپکن و یک مداد شمعی. خب بیاین یک آفتاب قبل از کشیدن زمین بکشیم. دفعه قبل آفتاب رو گرد کشیدیم، ولی امروز اون رو بین ابرا میکشیم. چیز جدیدی نیست، اما اگر یادتون باشه که یه راه متوافق برای کشیدنش هست. اول بیاین ابرها رو بکشیم و بعد آفتاب رو بینش پنهان میکنیم. یک دایره با انحنا میکشم. خب چرا یک خانواده ابری نکشیم؟ این ابر خوش اندام مادر هست و این ابر چغالو هم پدره و این ابر هم برادر بزرگ است و این هم ابر بچه هست. خب خیلی ناز کنار برادرش وایستاده. خب بیاید خورشید رو بین ابر مادر و پدر قایم کنید. خب اینجوری پنهانش کردیم. چون خورشید پنهان شده، فقط قسمت بالای سرش رو میکشم. خب بیاین نورهای دورش رو هم بکشیم. خب حالا که خورشید سر جاش قرار گرفت، باید زمین رو بیاریم. خب بیاین با هم صداش کنیم. وقتی من میگم 1 2 3، همه با هم صدا بزنید: زمین بیا اینجا. 1 2 3، زمین بیا اینجا. کی منو صدا کرد؟ من اینجا هستم. زمین به اینجا اومد. خب شما هم همراه با من زمین رو اینجوری طولانی بکشید. خب حالا که من کشیدمش، بیاین با یک مداد شمعی رنگش کنیم. اول ابرها رو رنگ میکنیم. این بار میخوام ابرها رو با یک رنگ جدید رنگ کنم. ابر مادر رو صورتی. حالا اگر با خطهای گرد پرش کنیم، شبیه به یک ابر میشه. و ابر پدر رو با رنگ سبز کمرنگ رنگ میکنم. با خطهای دایره ای ابر رو پر کنید. بله، خب ابر برادر بزرگتر رو با نارنجی رنگ میکنم. خب تموم شد. و در آخر ابر برادر کوچکتر رو زرد میکنم. وا، خیلی ناز و بانمکه. و اما آفتاب رو
رنگ نکردیم. خب حالا زمین رو رنگ میکنیم. رنگ زمین به اون میاد نه؟ این رنگ رو چون رنگ گرمی هست دوستش دارم. با این رنگش میکنم. دوستان اینجوری رنگ کردنش خیلی سخته نه؟ خب اینجا مداد شمعی هست. کاغذ دور مداد شمعی رو باز کنید تا پهنه بلندی داشته باشه. اینجوری از نوک اون استفاده نمی کنم، بلکه از کناره های اون استفاده می کنم. حالا اگر چند بار اینجوری بکشیدش خیلی سریع تر از رنگ کردن با نوک می تونید زمین رو رنگ کنید. و واقعا مثل زمین احساس می شه. خب رنگ‌آمیزیش تموم شد. حالا مداد شمعی را از کنار گرفته و آسمون را هم رنگ می‌کنم. کاغذ دور مداد شمعی را اینجوری باز می‌کنم. حالا با کناره‌های مداد رنگ می‌کنم. من اینجوری به حالت دایره‌ای رنگش کردم. بچه ها خیلی نرمه نه؟ حالا که رنگ‌آمیزی شد خیلی متفاوت هست نه؟ واو خیلی آروم رنگش کردم. حالا که کارمون تموم شد صورت‌ها رو هم بکشیم. اول صورت زمین رو میکشم. حالا اینجا چشماش رو اینجوری میکشم. او اما چشاش بسته هستن؟ بله تا آخر نگاه کنیم. واه خب میبینید؟ متوجه شدید؟ خب من یک لبخند وارونه میکشم. حالا نقاشی رو برعکس کنید. حالا صورت خورشید و ابرها رو میکشم. چون آفتاب قایم شده فقط چشمای اون رو میکشم و برای سبز هم صورت میکشم و صورت ابر صورتی رو هم میکشم و حالا صورت ابر برادر بزرگتر، در آخر هم صورت برادر کوچکتر. من با توجه به رنگ‌های ابرها براشون صورت کشیدم. حالا که صورت‌ها دارن شکل می‌گیرن خیلی جالب شد. آه بالاخره تموم شد. صنف امروز چطور بود؟ خیلی عالی بود چون من گرمای آفتاب و زمین رو احساس کردم. قلب دوستای خوب من هم حتما خیلی گرمه. من از اینجا قلب شما رو احساس میکنم. خب دوستای عزیز من تا دفعه بعدی خداحافظ.